امیر عسکری هستم، دانش آموخته رشته مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف. شرکت ما در واقع مؤسسش نخبگان کشور بودن و موفق شده دستگاهی ماموگرافی رو در دو مدل آنالوگ و دیجیتال تولید کنه و دانش بومی شده در کشور ایجاد کنه. سرطان پستان از شایع ترین سرطان ها هست در دنیا و ایران و آماری که دادن به این گونه بوده که افراد بالای 60 سال معمولاً هر 12 نفر یک نفر مبتلا به این سرطان بوده و جز بیماری هایی هستش که اگه زود تشخیص داده بشه قابل درمانه و دستگاه ماموگرافی میتونه 2 سال قبل از این که سرطان به نقطه‌ای برسه که درمانش خیلی مشکل باشه در واقع این بیماری رو تشخیص بده و به درمان زود هنگام بیماری کمک کنه. سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در بین زنان ایرانی است و در بین انواع سرطان ها پس از سرطان دستگاه گوارش بیشترین آمار مرگ و میر در کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مهمترین شیوه های تشخیص به موقع و مبارزه با سرطان سینه روش تصویربرداری ماموگرافی است که به 2 روش معمولی و دیجیتال انجام می شود. مزیت روش ماموگرافی دیجیتال بر ماموگرافی های معمولی تکنولوژی تبدیل تصاویر اشعه ایکس به فایل مجازی است و این امر راه تشخیص پزشک برای درمان بیماری احتمالی را هموارتر از گذشته می کند. نمونه خارجی این دستگاه که عمدتاً 5-6 کشور تو سطح دنیا بیشتر سازنده این نبودن، زمانی که ما این کار رو شروع کردیم خب این دستگاه ها وارداتی بودن، خیلی گرم قیمت بودن و بیشتر مراکز و استان ها اینا استفاده می کردن. ما تونستیم تا 50% قیمت دستگاه رو پایین بیاریم. کلیه قسمت های الکترونیکی، مکانیک و نرم افزار دستگاه ساخت داخل هستش و در این مدتی که دستگاه در مرکز درمانی استفاده می شده رضایت مرکز درمانی رو همراه داشته. مهمترین تمایزی که دستگاه ما داره نسبت به نمونه های خارجی کنترل بسیار دقیق دوز بیمار هست، بدونه ای که با طراحی که انجام گرفته ما مقدار اشعه‌ای که میدیم تا اندازه‌ای هست که کیفیت بسیار قابل قبولی برای پزشک مهیا کنه و از طرفی بیش از نیاز هم دوز اشعه به بیمار وارد نشه. همینطور دستگاه ما بسیار ماجولار طراحی شده و این خیلی کمک میکنه از بعد خدمات پس از فروش، هم از بعد سرعت عمل و هم از بعد پایین بودن هزینه خدمات پس از فروش. بعضی از دستگاه‌های ماموگرافی دیجیتال قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. قابلیت به تصویر کشیدن 2 سانتی‌متر بیشتر از بافت جداره قفسه سینه با امکان زاویه گرفتن سر تیوب، قابلیت به تصویر درآوردن عضله پکتورال یا همان ماهیچه سینه و قابلیت ذخیره سازی و ضبط و ارسال تصاویر همزمان به مطب پزشک جراح. تمامی این موارد در کنار قابلیت‌های فیزیکال و نرم‌افزاری دستگاه‌های ماموگرافی داخلی، آنها را به عنوان نمونه‌های قابل اعتنا در مقابل دستگاه‌های وارداتی تبدیل کرده است. دستگاه ما تونسته 70% سهم بازار مرکز درمانی در بخش خصوصی و از آن خودش بکنه. این در حالیه که به خاطر عدم حمایت مسئولان وزارت بهداشت جهت مرکز درمانی دولتی ما سهم کمتری داشتیم و علی‌رغم اینکه سختگیری خیلی زیادی تو بحث استاندارد و کیفیت از ما شده و تاییدهای مختلفی از ما خواستن، عملا ما می‌بینیم که برای دستگاه مشابه خارجی خیلی ساده‌تر گرفتن این استاندارد رو. ما تقاضا دادیم که همون سختگیری که از تولید کننده داخلی میشه همون سختگیری از وارد کنندگان دستگاه مشابه خارجی بشه و در بحث خرید با توجه به اینکه اداره نظارت و ارزیابی خود وزارت بهداشت تایید کرده این دستگاه رو و کیفیت شما در مراکز مختلف درمانی ثابت کردیم، تو بحث خرید مربوط به مرکز درمانی دولتی حمایت بیشتری از این دستگاه دانش بنیان بشه.